همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به قوانین بین المللی و حقوق بشری با خانم شیرین یادگاری. درود گرم و صمیمی خدمت شما و همیهنان عزیز خودم که این روزها بیننده و شنونده سیمای کنگره رهایی هستند و با پیام‌های پرمهر خودشون انرژی تازه‌ای به ما میدن که در واقع موارد خاصی رو در کنارشون دوره بکنیم، مرور بکنیم و تا اونجایی که میتونیم این مسئولیت پذیری و این نگاه مسئولانه رو بین تمام دوستان به عنوان تسهیلگر تقسیم بکنیم و اجازه بدیم که این پابلیک اورنس، این آگاهی های عمومی و این اطلاعاتی که به هموطنان میدیم در رشد و شکوفایی افراد جامعه مؤثر باشه و باعث استحکام بیشتر ریشه های روانی و عاطفی بشه در واقع بین ما و دوستان عزیزمون در داخل ایران که کمک بکنیم نهادهای حقوق بشری رو تقویت بکنیم و با تقویت این نهادهای حقوق بشری خواسته هامون رو، خواسته های برحقمون رو، خواسته هایی که در واقع بر اساس میجر و متر قوانین بین المللی حقوق بشر در هر کشوری وجود داره در کنار هم مطالبه بکنیم، مطالبات سیاسی و مطالبات اجتماعیمون رو تقویت بکنیم و در واقع در نهایت این تقویت جامعه مدنی ایران باعث یک رشد و شکوفایی و یک انقلاب واقعی بشه در بین تمام اقشار جوانان جامعه. تصمیم دارم که امروز جملات خودم رو شروع بکنم با جمله بسیار زیبایی از ژان پل سارتر، فیلسوف و سیاستمدار فرانسوی که بین سالهای 1905 تا 1980 زندگی میکرد و عنوان میکنه و این جمله زیبا رو عنوان میکنه که در این کره خاکی انسان خردمند هیچ آرزویی نمیتونه داشته باشه مگر اینکه شر کسانی که دامن اون رو گرفتن به خودشون برگردونه. در واقع انسان خردمند نخبگان ما هستن، نخبگان سیاسی، نخبگانی که در بین مردمان ما حاضر هستن، زندگی میکنن و در تمام کشورها وجود دارن، چه ایران چه در خارج از ایران، و اونها با افکار خودشون، با تلاشهای شبانه روزی خودشون در تقویت این نهادهای حقوق بشری به من و شما، به تمام عزیزان ما کمک میکنن تا یک بار دیگه اون سیستم‌های حقوق بشری رو در داخل کشور پایه‌ریزی بکنیم. و اون سیستم‌های حقوق بشری شامل نیازها و خواسته‌های ما هستند. نیازها الزامات اساسی هستند که وجود دارند و در واقع در هر کشوری با عنوان سیستم آموزش و پرورش، سیستم بهداشتی و این موارد خونده میشن و کمک میکنن که خواسته های یک جامعه شکل بگیره. در واقع خواسته ها یک قدم جلوتر از نیازها هستن و بر اساس اون نیازهای اولیه چیده میشن و جلو میرن. ولی زمانی این خواسته ها متوقف میشن و در واقع یک شکاف بزرگ بین اونها به وجود میاد که نیازهای اساسیشون برآورده نشده باشه، که متاسفانه در داخل کشور ما با توجه به سیستم توتالیته و اون سیستم فاشیست مذهبی که وجود داره نیازهای اولیه به درستی تعریف نشده. نیازهای اولیه مردمانی که بر اساس یک تمدن دیرینه دارای شکوفایی پیشینه بودن، اون تجسم اراده سیاسی قوی رو در زمان رضاشاه بزرگ تجربه کردند و بعد از اون در زمان شاه فقید تجربه کردند و این تجسم اراده سیاسی بزرگ پیشینه و در واقع بک‌گراند و هویت اونها بوده و اکنون این هویت و اون بک‌گراند و اون ریشه از اونها گرفته شده و بر اساس موارد دیگه‌ای، بر اساس سیستم فاشیست مذهبی این نیازها تعریف شده و بر اساس اون نیازهای کاذبی که تعریف شده خواسته های کاذبی هم به وجود اومده که اون خواسته های کاذب
هموطنان ما رو سردرگم کرده و دچار یک تشتت فکری و آراء متفاوتی کرده که موجب شده نهادهای موازی با نهادهایی که در سیستم گذشته ایران وجود داشته در واقع پدید بیاد و کمک بکنه که جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی در واقع تقویت بشه، بنیانهای اون تقویت بشه و همکنون هم در واقع ریشه گرفتن و بعد از این هم در واقع این ریشه ها و این تقویت ها کمک میکنه که این سیستم به صورت کاذب پایدار بمونه. اما تاکید ما امروز بر روی نیازهای واقعی جامعه مدنی ایران هست که چطور میتونن نخبگان سیاسی و اون روشنفکرانی که در واقع در جامعه وجود دارن این نهادهای مدنی رو تقویت بکنن و کمک بکنن به نهادهای حقوق بشری و اینکه مردم بر اساس اون مطالبات اساسی خودشون قدم بردارن. روشنفکران و نخبگانی که الان اکنون جسارت و شهامت اونها برای ما مهم هست، اینکه در واقع حقایق رو کتمان نکنن. روشنفکر و نخبه به کسی گفته میشه که بر اساس دانش و توان سیاسی خودش حقایق موجود رو کتمان نکنه و در واقع به هموطنان کمک بکنه که به اون هدف و تارگت های اساسی که مد نظر مطلوب هست برسه، که متاسفانه این نخبگان سیاسی ما امروز به علت دانش بیش از حدی که دارن و به علت درک بیش از حدی که از مسائل مختلف دارن هر کدوم به تنهایی تلیه دار یک موردی شدن و تشکیل حکومت یا نهادهای خودمختاری رو دادن که این حکومتهای خودمختار به صورت کاذب باعث شده که یک تقویت کاذبی در جمهوری اسلامی به وجود بیاره و بنیانهای اون پایدار بمونه. امروز تصمیم داریم که این نهادهای در واقع و این نخبگان سیاسی رو که در قسمت‌های مختلف حکومت‌های خودمختار یا نهادهای خودمختاری رو تشکیل دادن تشویق بکنیم که به هم بپیوندن، انسجام و اتحاد رو یک بار دیگه به نمایش بذارن و در واقع اون رشد عاطفی و روانی رو بین هموطنان خودمون و بین گروه‌هایی که در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن به نمایش بذارن و این شرایط رو به طور مطلوب با یک نیروی واحد پیش ببریم، جلو ببریم و بتونیم جمهوری اسلامی رو به عنوان جنایت‌های متعددی که انجام داده محکوم بکنیم. جنایت‌هایی که هر روز بیشتر از قبل مشخص میشه و آخرین موردش این هستش که بر اساس اعتراف خود نیروی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام میکنن که 30 میلیارد دلار فقط در سوریه هزینه شده. 30 میلیارد دلار دقیقاً آمار و ارقامی هستش که از نیروهای خودیشون گفته میشه و قطعاً این عدد چندین برابر اون هست، به طوری که این خلاف اون موردی بود که تئوریسین اصولگرای جمهوری اسلامی عنوان میکرد که ما 7 میلیون دلار در سوریه خرج کردیم و متقابل 14 میلیون دلار برگردوندیم به سیستم کشور، ولی به تازگی متوجه شدیم که 30 میلیارد دلار فقط در سوریه هزینه شده که اکنون باید نیروهاشون رو از اونجا خارج بکنن و در واقع تحت فشار نیروهای اسرائیل و امریکا باید سوریه رو ترک بکنن. امریکا در واقع به جد تصمیم گرفته که بالهای جمهوری اسلامی رو در کشورهای مختلف قطع بکنه، ولی همزمان هم در واقع پیغام میده که باید مردم ایران خودشون به سمت نهادهای دموکراتیک، به سمت نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین بین المللی سیستم جمهوری اسلامی رو در واقع دگرگون بکنن و حکومتی که بر اساس خواسته اونها هست، بر اساس متر و معیارهای حقوق بشری هست رو تأسیس بکنن. بنابراین عزیزان، یک تحول دوباره، یک نیاز اساسی هستش که امروزه به کمک من و شما در واقع به ضرورت دیده میشه و مهم این هستش که
شما منطق تغییر حکومت رو در واقع دوباره پای ریزی بکنید و اجازه ندیم که این سیستم های توتالیته و این سیستم هایی که به جوانان کشور آسیب میرسونه ادامه پیدا بکنن. امیدوارم که امروز با این نیازها و خواستهای حقوق بشر شرایط خودمون رو بهتر از قبل درک کرده باشیم. بدرود. با سپاس از خانم شیرین یادگاری به بخش پایانی برنامه رسیدیم. تا دیداری دیگر، خرد یارتان.